برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، شنبه 14 مهر 1403 اولین روز ماه ربیع الثانی 1446 هجری قمری است. در اطلاعیه دفتر معظم الله آمده است: به اطلاع عموم مؤمنان می‌رساند هلال ماه ربیع الثانی نزد مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی را مظله ثابت نشده است و بنابراین جمعه آخرین روز ماه ربیع الاول و شنبه 14 مهر 1403 اولین روز ماه ربیع الثانی 1446 هجری قمری می باشد. برنامه جهانی غذا می گوید که زمستان پیش رو برای میلیون ها نفر در افغانستان سخت و دشوار خواهد بود. این نهاد سازمان ملل متحد گفته است که از میان بیش از 12 میلیون تن از افراد نیازمند به کمک‌های غذایی در افغانستان می‌تواند فقط به 6 میلیون نفر کمک فراهم کند. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که به دلیل کمبود بودجه دست کم 10 میلیون نفر در افغانستان طی یک سال گذشته کمک‌های غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. دیوان دادگستری اروپا روز جمعه 13 مهر حکم دادگاه حکم داده که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغانستان که حقوق آنها تحت حاکمیت طالبان سرکوب شده پناهندگی اعطا کنند. دیوان دادگستری اروپا حکم داده که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان اعمال آزار و اذیت محسوب می شود و به همین دلیل به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی را توجیه می کند. فعالان حقوق زنان این اقدام را گامی مهم در حمایت از حقوق زنان افغانستان در سطح بین المللی و تأکیدی بر وضعیت نگران کننده حقوق بشر در افغانستان تحت حکومت طالبان دانستند.